بعضی از باسوادها، حالا چه سیاسی چه ادبی، سوال کردن که با چه سندی شما میگید که بهترین و باهوشترین و خردمندترین و پروفسورترین و فیلسوفترین ایرانی ها رو شما جمع کردی و توی کاتگوری قرار دادی و اسمش رو گذاشتی ریاست. امروز سندی تقدیم شما خواهد شد که متوجه شید که تمام دانشمندان جهان و تمام آدم های فرهیخته نباسواد قطعا بعد از شنیدن این برنامه تایید میکنم که ما درست میگیم و ما فرهیخته ترین و باهوش ترین های ایرانی ها را جمع کردیم به دور چتر اپوزیسیون ریاست. اگر میبینید من زیاد از ریاستی ها تعریف نمی کنم، من اینکه مغرور نشن و کمکان سر به گریبان خیش داشته باشن تا زبالا باشند و بالا بروند. خوش آمدید به 188 برنامه ریاست. براستی سوفیسم چگونه ساخته شده است و چه تفکراتی دارد و در فضایی که ما در آن زندگی میکنیم، الله یعنی سوفیسم یعنی انسان کامل، چگونه وارد این کره زمین می شود و در این کره زمین چه می کند؟ اسرار بسیار مهم. ویلکام می فرند. دل به دل ز تو تا تو آمدن، دل به گاه من خاک خوی تو، من که عاشقم بس و سرخوشم، آرزو در دل من، گنج آرزو در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان بیکشد نم پر به سوی تو. خوش آمدید به 188 برنامه ریاست. به راستی به چه کسی میگن فیلسوف؟ اصلا فیلسوف کیه؟ این که رسانه هایی در پیت همانند وایس آف امریکا، بی بی سی، سی این این، این رسانه هایی که از نظر تفکری، رادیو فردا و دیگران هی واسه خودشون کارشناس میارن، فیلسوف معرفی میکنن، اینا به چه میزان احمقند و به راستی با چه رویی راجع به فیلسوف صحبت میکنن؟ براستی ما چقدر فیلسوف الان در ایران داریم؟ جمله بسیار ساده است. درسته که چند میلیون و چندین میلیون دارن این برنامه رو گوش میکنن و تا الان ما چیزی حدود مثلا مخاطب های برنامه ریاست
حدود مثلا هر قسمتش حدود 6-7 میلیون 8 میلیون دانلود فقط شده، حالا اینکه یه خانواده چند نفری گوش کردن بذاریم کنار، اما از این میزان بسیار بالای میلیونی شنونده ها ما، من حداقل به جرأت میتونم بگم که 1 میلیون اینها فیلسوفن. اصلا فیلسوف یعنی چی؟ پس من الان یه فرمولی توضیح میدم که تمام مردم کره زمین اگر این فرمول رو بفهمن بهشون میگن فیلسوفن، و اگر این فرمول رو نفهمن بهشون میگن فیلسوف نیستن. دوباره تکرار میکنم، سندی برای شما ارائه میدم که هر کس اینو بفهمه تمام دانشمندان جهان میگن حتما ایشون فیلسوف. از دوران سقراط و افلاطون، برو تو ارشمیدس، برو تو بقراط، برو هر جایی که اینایی که میبینی که توسط یک صوفیسم ایرانی در شیراز به صوفی رسیدن و ارزش پیدا کردن و مدرسه ای درست کردن که بعدها دنیا گفت این فلسفه یونان است، یعنی صوفیسم ایرانی صوفیان رو فرستاد به سمت یونان تا دانش بشریت رو حفظ کنند و به آن اضافه کنند، تا تمام آدم هایی که در کره زمین زندگی میکنن اگر این سه بیت رو بفهمن اسم اینا فیلسوفه، اگر این سه بیت رو نفهمن نفهمن. خیلی ساده، شما زنگ بزنید به بزرگترین اندیشمندان جهان بگید که آقای حسینی گفته هر کی این سه بیت رو بفهمه فیلسوفه، و اونها در پاسخ به شما میگن ما قطعا میدونیم که ایشون درست میگه و دقیقا درست میگه. فیلسوف یعنی چی؟ تمام فیلسوف هایی که در طول تاریخ بشریت اومدن تلاش کردن این سه تا بیت رو بفهمن، یعنی اگر این سه تا بیت رو فهمیدن به فیلسوفی رسیدن. سه بیت چیه؟ روزها فکر من این است و همه شب سخنم. پس فیلسوف به کسی میگن که روزها فکرش اینه و هر شب سخنش چیه؟ که چرا غافل از احوال دل خیشتن؟ از کجا آمدم؟ پس یک فیلسوف باید بدونه از کجا آمده است. شما شروط یک فیلسوفه، یعنی میری توی مکتب تفکرات جناب آقای سقراط میبینی که این شروط توش هست. مولوی، سعدی، حافظ، تمام آدم هایی که در بزرگترین منبرها، مکانها، در مجلس های جهان هستی وجود دارن، اینا رو باید بفهمن. پس فیلسوف به کسی میگن که میشینه فکر میکنه، روزها فکر من این است که فکر میکنه و همه شب با خودش میگه که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم. پس یه فیلسوف باید بدونه از کجا آمده است، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمای وطنم. پس فیلسوف باید بدونه از کجا آمده. اصلا کل دروس افرادی که ادعای فلسفه میکنن اینه، از کجا آمدم، باید این جوابشو بدونه. آمدنم بهر چه بود، اینو باید بدونه. به کجا میردم، اینو باید پاسخ بده که وطنشو نشون بده. ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، من چجوری ساخته شدم، توسط یک سلول بنیادی ساخته شدم، تو بیگ بنگ باهاش اومدم ساخته شدم، دی ان ای چی میگه، هرچی، چه آتئیست باشه، چه بی خدا باشه، چه با خدا باشه، اصلا فرق نمیکنه، باید بدونه جواب اینو که ماندم سخت عجب از چه سبب ساخت مرا، چجوری من ساخته شدم، چجوری اومدم، چجوری بشر تولید شده که داروین ها اومدن نظریه دادن، گفتن داروین فیلسوف، حسن بقال فیلسوف،
از سوی احمد فیلسوف و همینطور اسامی رو دادم. ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی، یا وی از این ساختم، یعنی مراد جهان هستی از من برای ساختن من چی بوده، یا خدا، بعضی که میگن خدا رو اعتقاد دارن، خدا برای چی من ساخته. هر کس جواب اینا رو بدونه میشه میگن فیلسوف. 188 برنامه رفتیم، میلیون ها ریستارتی میدونن و توی این برنامه فهمیدن که از کجا آمدن، آمدنشون برای چی بود. اینا جوابش داره، یعنی جناب آقای سقراط که بهش میگن فیلسوف یا فلسفه یونان پاسخ اینا رو داده. هر کدوم از اینا آمدن پاسخ اینا رو دادن، کتاب نوشتن، تو این کتاب گفتن ما نظرمون اینه که اینجوری اومدیم و اینجوری ساخته شدیم، میخوام این کارو بکنیم. هر کسی که این سه بیت رو جوابش رو بلد باشه بهش میگن فیلسوف. های این فیلسوف. الان دانشمندان جهان باز زنگ بزنم ریستارتیا بگن چی فهمیدی، کجا آمدی، بهت میگه این همه اسرار بزرگ در این برنامه پخش شده، اسراری که در تاریخ نبوده، اسراری بسیار عجیب. ما یه ساده، یه مثال ساده زدیم، کل ادیان رو دادیم رو هوا، گفتیم زرتشت همون ابراهیمه. چی رفت رو هوا؟ اگر زرتشت همون ابراهیمه، پس مکه که دارن صحبت میکنن خونه کعبه رو کی ساخته؟ زرتشت. پس زرتشت یک خانومی داشته به نام سارا، این خانوم سارا و آقای زرتشت یه پسر داشتن، اسمشون بود اسحاق. آقای زرتشت یه ازدواجی کرد با هاجر که عرب بود و یه بچه تولید کرد به نام اسماعیل. محمد ابن عبدالله میگه من از نوادگان ابراهیمم، یعنی میخورم به اسماعیل. پس با این فرمول ساده که زرتشت همون ابراهیمه و تمام معبدان زرتشتی تلاش کردن که اینو قایم کنن، یهودی ها اومدن اینو قایم کنن، آشوری ها اومدن اینو قایم کنن، مسیحی ها اومدن اینو قایم کنن، راز قشنگ فاش شد که پس محمد ابن عبدالله پدرش ایرانیه، مادرش هاجره که عربه. پس محمد نصفش ایرانیه نصفش عربه. از اسحاق کی اومد بیرون؟ جناب آقای عیسی. عیسی از سارا به دنیا آمد و زرتشت که همون ابراهیمه. پس عیسی هم باباش ایرانیه هم مامانش ایرانیه. پس کل ادیان همه اینها کلکاشون باز شد، رازشون فاش شد و شما فهمیدید که کل این مطلب از ایران اومده بیرون. این از سرزمین پارس، همونی که ما داریم به شما میگیم صبر کنید تا امپراتوری کوروش بیاد و بتونیم ساختار جدید از اندیشه با قانون اساسی بسیار قدرتمند همانند دانیال نبی که به کوروش داد، خلل اندیشمون رو ببریم بالا و همینطور که میخوریم و میخوابیم و خور و خواب و خشم و شهوت داریم و شغب هم ممکنه داشته باشیم، اما حداقل یه سری از همین مردان سرزمین پارس، وقتی میگن مردان یعنی زنان و مردان، برادران، و در تصوف زن نداریم، مفهوم نام زن، زن مال ادیان، ادیان میگن این زن این مرده، تصوف همیشه میگه برادران، برادران یعنی همه خانم ها و آقایون، و از این برادرانی تولید شود که این سویت رو بفهمن. خیلی اسرار بزرگ در این برنامه پخش شد. پس این یک برنامه است که فیلسوف تولید میکنه. و معلومه وقتی ما امپراتوری کوروش تولید کنیم یک امتحان گرفتیم، شما نفهمیدید. گرم این حالیتون نیست. چون بعضی سوال کردن که آقا شما در آینده اینا که میخوان پست و مقام بگیرن در اونجا میگین خردمند میاد بالا، اندیشه میاد بالا، اندیشمند میاد بالا. خب این انتخابا چه جوریه؟ انتخاب خیلی ساده است. ما الان حدود 3 ساله داریم برنامه میریم، خردمندا رو سوا کردیم آلردی. در آینده از همین خردمندان و خردمندان آتئیست و خردمندان دیگر یک کنکور خاصی میگیریم و اینها رو
انتخاب میکنیم برای اینکه حکومتداری بکنن و حکومتداری هم خوب بلدن. نکته دوم اینی که شعور و سواد چه تفاوتی داره. یکی از بزرگترین معضلات ریستارتی ها در طول تاریخ بشریت از 5424 سال پیش تا الان همین بوده که خیلی ها نمیدونن سواد بهش اضافه میشه. یعنی چی؟ یعنی یک مکانیک میدونه کدوما رو 50 تا مطلب رو حفظ کرده تا فیلرگیری کنه تا موتور رو درست کنه، اینا رو میچینه بغل هم دیگه بهش میگن سواد. وقتی که ممارست میکنه و تمرین میکنه سوادش میره بالاتر، یعنی سرعتش هم میره بالاتر، تونتر این کار میکنه و مینیمومش اینه که این سوادی رو که به دست آورده کم نمیشه. یعنی آخون میره حوزه علمیه کتاب میخونه میشه آیت الله به قول خودش، این آیت الله کتابایی که میخونه حفظ میکنه، وقتی حفظ میکنه با تکرار این سوادش ثابت میمونه یا یه ذره میره بالا. یه پزشک میشینه 5000 سفر رو حفظ میکنه که اگه این بیماری باشه چیکار کنیم، چه دارویی به این بدیم، چه دارویی به اون بدیم، اینا رو حفظ میکنه. وقتی که اینا رو حفظ کرد با تکرار این یا سوادش میره بالاتر و یا مینیموم اینه که سر جاش میمونه. اما شعور اینجوری نیست. شعور مثل دو تا ظرف اینجوری که دارید نگاه میکنید، کسی که با شعور تره وقتی لوله‌ش رو وصل میکنیم به این ظرف اینوری، متاسفانه شعور این با شعوره کم میشه تا به شعور این بیشعوره اضافه بشه. از هر ریستارتی که در فضای مجازی با آدم ها حرف میزنه، کامنت میذاره، صحبت میکنه، متاسفانه از شعورش داره کم میشه تا به شعور توی غیر ریستارتی اضافه کنه. تو علامه که قهر میکنی و فوش میدی و داد میزنی، بلکه صداش هم قطع میکنی. فرق شعور و سواد اینه که شعور در ابیات عرفا گفته شده که همنشین اثر میذاره روی آدم. یعنی من اگه آدم با شخصیت و با شعوری باشم و یک زن انتخاب کنم که بیشعور باشه، متاسفانه شعور من کم میشه تا به این شعور این اضافه بشه. خیلی راز بزرگی بود که باید شما میفهمید. و این ریستارتی ها بهشون گفتیم مجادله نکنی. مجادله مال احمقاست. مجادله این که میدن فی دهن این میدن فی دهن اون، داد میزنن جدل میکنن، مجادله مال احمقاست. گفتیم مباحثه هم نکنید. چون این راز بود که بچه ها گفتیم چرا مباحثه نکنید، چون بچه ها اگر مباحثه کنن اولین اتفاق که واسه شد میفتیم که منیت درشون زنده میشه. چرا مباحثه؟ یعنی بحث میکنیم که من دارم درست میگم، تو درست نمیگی. وقتی از کلمه من وارد این مباحثه میشه، متاسفانه دریچه شعور بچه های ریستارت واز میشه و این شعور میریزه بیرون، یا میره توی آدم بیشعور مقابل. ما چی باید تلاش کنیم؟ به بچه ها گفتیم مصاحبه کنید، صحبت کنید. فقط شعورتون کم میشه، به اون اضافه میشه و این میشه گذشت، این میشه زکات تفکرات به قول این آخونده، زکات علمت. پس عالم، دانشمند و فیلسوف جز این بچه های ریستارت نیستم. میخوادی برای من قدقود نکن. اگر حرف منو قبول نداری زنگ بزن به فیلسوف ها، بگو حسینی میگه هر کی این سوی تو بفهمه فیلسوفه و اونها پاسخ خواهم داد که درسته. متاسفانه من هر وقت میخوام برنامه رو شروع کنم میگم میخوام فکر کنم که چی بگم، بعد برنامه شروع میشه چیز دیگه میگم که اصلا شرحتی به اون چیزی که میخواستم بگم نداره. این بار بدون هیچ مقدمه راز بسیار مهمی رو که 4-5 تا برنامه قبل میخواستم فاش کنم، امروز برای شما مجبورم فاش کنم. میخوام زودتر برم وارد اون مسئله، اینو فاش کنم، چون در برنامه های بعدی بچه های ریستارت موضوع رو راحت‌تر متوجه میشن. گفتیم بهتون که هو یعنی اون چیزی که ادیان بهش میگن خدا. از نظر ادیان
هو یک موجودیه که دختر داره، حوری داره، قلمان داره، بهش داره و اینا. از نظر ریستارتی ها هو موجودیه که هیچ صفتی نداره. یعنی وقتی شما میگی خدا بزرگست، به خدا فحش داره میدی، چون خدا ذات خدا دیدنی نیست، فهمیدنی نیست، مثل مگسی که هیچ چیزی از دیفرانسیل و انتگرال نمیفهمه. شما هی مگس رو وردار، هی توضیح بده، تو اون مگسه ای و دیفرانسیل اون خداست. آیا فهم و شعور مگس هر بیلیارد سالی هم که در کره زمین زندگی کنه به این میرسه که یه روز انتگرال حل کنه؟ نه، هنوزم آهوها مثل گاف فرار میکنن، هنوز نتونستن یه خونه برای خودشون درست کنن که شیرا میان تر بذارن یا حداقل نخ بلندشون. بیلیاردها سال دیگه این آهوها هم باشن و شیرها باشن، آهوها فرار میکنن و شیرها اونها رو میخورن. هیچ شیری رو ندیدی تله درست کنه بگه بفرمایید توش بندازه. هیچ شیری رو ندیدی که بگه چه آهوی خوشگلی، چه پری، چه دومی، چه لنگی، بیا جلو پسرم یه قاقا بده بگیرش. و تو فکر میکنی که فقط اینا حیوانن، در اصل شما هم همون حیوانه ای که متوجه نمیشی. زمانی شما انسان میشی که دغدغه فهمیدن داری، نفهمیدن. شیر میفهمه که باید دل آهو رو بگیره، نمیفهمه که میتونه رو روش دیگه‌ای برای گرفتن آهو داشته باشه و هم خود پیشرفت نمیکنه. پس حیوان موجودیه که یک چیز درونی داره تو ابدم داره. پس مگس هیچ وقت دیفرانسیل نخواهد داشت و هیچ وقت کلاس تدریس خصوصی واسه ریاضیات واسه خرها باز نمی کنه. حالا شما بگو جغد دانا، این جغد هیچ وقت کلاس عرفانی و ریاضی و اینه واسه کسی باز نمی کنه. این داناییش از اول بوده تا آخرم تو زندگیش همینه. هو یعنی خدا هیچ صفتی نداره، هیچ وقت کسی نمیتونه ببینه، هیچ وقت. این بحث ما بوده با تمام ادیان جهان هستی. این هو موجوداتی رو میخواست بیافرینه که این موجودات نمیتونستن بفهمش. مگس بوده، خر بوده، سگ بوده، گاو بوده، انسان نما بوده، حیوان بوده، نمیتونستن این هو رو بفهمن. هم هم گریه میکردن چجوری باید چیکار کنیم بفهمیم. در درون خودشون میگفتن از کجا آمده ایم، آمدنمون بحر چه بود، به کجا میرویم آخر، ننم و وطنم، روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافلم از احوال دل خیشتنم، ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. چطوری اینو ببینیم؟ هو برای اینکه خودش رو بتونه بفهمونه به دیگران، قطره ای از خودش رو ورداشت، اسمش شد الله. این توضیحات رو دادیم. ساده ترین جاهایی که من میتونم برای شما ریستارتی ها توضیح بدم همین هوه و فاصله بین هو و الله، یعنی انسان کامل و صوفیسم، امام زمان، هر چی اسمش بذاری، تو پیر، مرشد، قوت، نمیدونم پیامبر، نبی، هر چی اسمش تو بذاری، واسه مهمش داره من. این یه آدمه. فاصله بین این هو و این الله میتونم راحت‌تر توضیح بدم و خود الله یعنی انسان کامل رو خیلی ساده میتونم توضیح بدم و فاصله بین انسان کامل و ستم رو. چرا؟ چون اصلا اطلاعاتی از این گروه ما نداریم که خواهیم توضیح بدیم. یعنی میزان سواد تمام صوفیا اینقدر کمه که اصلا نمیتونم بیان بفهمن که الله چی بوده، هو چی بوده. اطلاعات بسیار ناقص و ضعیف اومده بیرون و یا اطلاعات بسیار رندانه‌ای داده شده که ما ساده ترین مکان برای توضیح اینجاست، چون جاهلیم اندر درون این نور که در حالت سوم چی میگه. اما من چکیده حرف ها و کلک های اسرارآمیز عرفا رو که مربوط به انسان کامل و هو هست و سعی کردم بچرونم و بچکونم قطره ای تا ببینیم چه کلکی زدن و اینو میخوایم امروز فاش کنیم که انسان کامل چه مشکلی داره. چرا در کره زمین میاد پولدار نیست؟ چرا در کره زمین نمیره رئیس جمهور شه؟ چرا
یه ذره پول در نمیاره که اینکه جاها رو بلده بره طلاها رو بکشه روی یه دونه صفحه یه دونه رسانه بزرگ بزنه و به مردم تبلیغ کنه و مردم رو توضیح بده. جواب این سوالا رو یک بار دادیم، گفتیم که انسان کامل تحت هیچ شرایطی هیچ علاقه ای به این که مردم رو نجات بده نداره و توضیح دادیم چرا. چون انسان کامل مأمور ورود حلقه داروینه، یعنی انسان کامل کارش اینه که ژنی رو هی بده بیرون که این ژنه بین انسان نماها و حیوانها بره و هر حیوان و گیاهی و جمادی رو تبدیل کنه به انسان تا بره بالا. کار اون اینه، کار اون تربیت انسانها نیست، کار تربیت انسانها با پیغمبره. پس جناب آقای صوفیسم برای اینکه مردم رو به شعورشون اضافه کنه و بهشون بفهمونه خودش چون کاری نمیتونه بکنه. یه بارم توضیح دادم که صوفیسم این همین هواه، این هوا کسی رو زندان نمی کنه. این هوا رو میبینی اینجا، این هوا رو پی اینجوری لیس بزن، غذا نیست، بستنی نیست، این هوا نمیتونه بزنه زیر پای کسی با مخ بخوره زمین، اصلا این کار رو نمیتونه بکنه. پس این هوا برای این که بتونه من و تو رو نجات بده کاری کرده که بره در سوراخ دماغ یک موجودی به نام پیامبر نفس بکشه تا بتونه حرف بزنه و یک کاری بکنه. پس صوفیسم برای بیداری من و تو اومده یه پیغمبرها داده بیرون، یعنی یه ستن داده بیرون، یه پنجتن داده بیرون، یه هفتن داده بیرون و یک چهل تن داده بیرون و یه سیصد تن. یک، سه، پنج، هفت، چهل و سیصد. 356 نفر در کره زمین همیشه هستن برای هدایت آدم ها. یه سویشون خاخام هم، یه سویشون کشیش هم که این توضیحات امروز میدونی. اما صوفیسم کیه؟ این رازی که شما باید بدونید اینه سوال. صوفیسم وقتی وارد کره زمین میشه اصلا نمیدونه خودش صوفیسمه. بله، این بزرگترین مشکل صوفیسمه. یعنی صوفیسم فرض کن حسینی صوفیسمه ولی نمیدونه، قضا میخوره میره دختربازی میکنه، میره ماشین سوار میشه، میره خونه حالا میگم دختربازی مثل جناب آقای مثلا سلیمان 40-90 تا زن گرفته، یا مثلا جناب آقای موسی، یا مثلا آقای محمد میره تجارت میکنه و این کارها رو میکنه، نمیدونه صوفیسمه. این بدبختی داستانه که شما نمیدونید. یعنی بعضی ها یک صوفیسم از دنیا میره یه صوفیسم جدید میاد، میبینن که این چطوری صوفیسم شده، خود اون صوفیسم هم نمیدونه صوفیسم میشه. این رازه، یعنی اگه میدونه صوفیسم میشه از اول تحقیق مشخص میشه. برای این حرفایی که کمدی که بعضیا میزنن، بله عزیر معصوم بوده، اون میگه عیسی معصوم بوده، اون میگه موسی معصوم بوده، اینا کلمه معصوم کمدیه. راز چون اگر اون معصومه پس یعنی که ما نمیتونیم برسیم به گاد. چرا؟ چون خدا فرق باشه دیگه، این معصومه این معصوم نیست، این فرق خدا فرق نمیتونه بذاره، این هوا نمیتونه فرق بذاره. من اگه خوام تو رو بکشم این هوا به من کمک میکنه که تو رو بکشم، منو نمیکشه. اونم که داره میمیره نفس بکشه هوا رو میکشه، گلوله هم لای هوا میخوره تو مخش رو میمیره. این هوا به همه کمک میکنه. پس راز کجاست؟ راز اینه که زمانی که انسان ها دارن زندگی میکنن صوفیسم بعدی نمیدونه صوفیسم بعدیه، هیچی نمیدونه، تلاش میکنه مثل مالا تو داره زندگی میکنه. درست یک زمانی میرسه که این بر اثر ممارست و چیزهایی که بهش دادن، یعنی باید حتما ریاسارتی باشه دیگه، هر صوفیسم در جهان حتما باید ریاسارتی باشه، هر پیامبری حتما باید ریاسارتی باشه، هر نبی حتما باید ریاسارتی باشه، هر فیلسوفی حتما باید ریاسارتی باشه، هر خردمندی حتما باید ریاسارتی باشه. اصلا ما خردمندی بدون ریاسارتی نداریم اصلا، چون این سبیتو باید بفهمه کجا آمدی. شما برای تو مردم کره زمین بگه کجا آمدی، از شکم مادرم مامان را کجا آمده نمیدونی، ما اول آمده یه تخم با نمیدونی از کجا آمدی، آمدن ده چه بود نمیدونم، برای چی نه هنوز نمیدونم، برای الکی اومدیم بی خدا میگن همینطوری اومدیم زندگی میکنیم و میمیریم و میریم. جواب اینو ندارن.
این جواب پیدا کردن این سه بیت مینیمم 50 سال سختیه، یادایی مثل مولوی زور زده تا اینه بفهم. پس صوفیسم ها، انسان کامل ها دو خطر بزرگ دارن. نامبر وان، نمیدونن صوفیسم میشن. نامبر تو، وقتی که صوفیسم میشن نمیدونن که نجات پیدا میکنن یا نه. این راز رو جناب آقای افلاطون توضیح داده، گفته صوفیست از غار میاد بیرون، نور رو میبینه، ماتریکس باز میشه، مطلب رو میبینه، حالا حق انتخاب داره که برگرده به کره زمین بقیه رو نجات بده یا بر نگرده. بعضی از صوفیست ما بر نمیگردن، بعضی از صوفیست ما ریسک میکنن بر میگردن، برای لحظه ای که میخوان برگردن سوال میکنن آیا اگه ما برگردیم ممکنه صوفیسم رو بره؟ جواب هوینه معلوم نیست. پس این صوفیسم ها وقتی میان، زمانی که صوفیسم میشن تازه میفهمن او مای گاد مقام ما اینجاست. پس مرور میکنیم، آقای مولوی نمیدونسته به این مقام میرسه، همیشه میگه شمس من و خدای من، ولی این وقتی تمرین کرد زمانی که خوابید، اول خوابید دیگه، بعد دید که توی خواب رفت تا مریخ، بعد یه خواب رفت بالاتر، بعدها انقدر این تکرار شد که چشاش کمیته خوابیده بود و یه نفر داشت حرف میزد به نام صوفیس، چشاش به واکر صوفیس بایستاده بود، بعد یواشاش صوفیس به دی، بعد با صوفیس دیگه علنا حرف زد، دیگه یواشاش با جسم حرکت کرد، رفت بالا، رفت مریخ، رفت از حباب اول بیگ بنگ خارج شد، سرش آورد بالا، یه حباب دیگه اونجاست، یه کره زمین دیگه اونجاست، یه موجودات دیگه اونجاست. بعد همینطور رفت 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 رفت، فکر مقامش اینجاست، باز رفت باز رفت باز رفت باز رفت، نگاه کردید ای بابا من صوفی هم، رفت جایی رو که رسید به جایی که جز خدا نبینه. پس حافظ آیا میدونستی که حافظ میشه؟ نه. این همه مطلب رو توضیح دادم که بدونید که توی هم که داریم برنامه ریگان میکنی اصلا معلومی بعدم پیغمبر بشی یا نه و صوفی بشی یا نه، و اصلا معلومی تو صوفیست به بعدی باشی یا نه. و صوفیست به بعدی که مثل پادشاهی نیست که بیا پول داریم و خونه داریم اینا بزن به نام پسرم، اصلا اینجوری نیست که، فرمان هو صادر میشه میگه کل چیزایی که داری بزن به نام جیمز گالگولولو. جیمز گالگولولو نمیشه زن، جیمز گالگولولو چیه؟ میبینی چی شد؟ هیچ کس در کره زمین همه مساوی هن، هیچ کس نمیدونه چی میشه، به کدوم مقام میرسه و چه نتیجه ای از این مقام میگیره. سوال دوم، آیا ممکنه که صوفیان جلوی مثلا فرض کنید ما برنامه داریم میریم و قراره که رژیم رو عوض کنیم، آیا صوفی ممکنه که جلوی تغییر رژیم رو بگیره؟ بله، یک از مشکلات بزرگ تاریخ بشریته. چرا؟ برای اینکه شما وقتی تو عرفان وارد میشی، میرسی به درجه ای که عرفان رو میفهمی و وارد تصوف میشی و یعنی در از عرفان تصوف میشی و به جایگاهی میرسی، یک قدرت هایی هم پیدا میکنی. مینیموم لول یک صوفی اینه که میتونه کره زمین رو از مدار خارج کنه، این مینیمومه، یک کار صوفیه. مینیموم کار صوفی اینه که اثار بندازه اجداشه، این لول یک صوفیه. اسم این لیبل یکو میگن اسم اعظم، یعنی میگن حسینی اسم اعظم رو پیدا کرده. مردم کره زمین فکر میکنن اگر اسم اعظم رو مثلا پیدا کنی و بتونی این کارا رو بکنی شما رسیدی پایان داستان، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. ما 3 میلیارد اسم اعظم داریم، یعنی اسم اعظم چیزیه که لایه های پنهان صوفیسمه. یعنی شما صوفیسم رو، موسا صوفیسم رو اول در آتش دید، رفت کوه طور، آتش گفت منم خدای تو، این شد لول اول، این شد اسم اعظم اول.
بعد موسی گفت شما خدای منی؟ گفت بله. با ما الان مردم این بت نپرسته، من الان میگم آتیش، من میگم من خدای تو هم که کمدیه که همه چی میریزه به هم. گفت بله بله. بعد یواش یواش رسید به جای لبدا رو پاس کرد، عصا دستش داده. مثلا الان هر وقت عصا دلت میخواد بنداز اجداشه. خب موسی همونطور زرت زرت عصا رو ول میکرد دیگه. زنش هم بهش گفت میخوام طلاق بگیرم، عصا رو ول میکرد. زنه گفت طلاق نمیگیرم، من هستم، من زندگی میکنم. ولی بعدش عیسی همین عصا رو داشت، هیچ ول نکرد. یعنی این که تو عصا رو ول کنی یا نکنی توسط سوفیست، یعنی به سوفیست دادن عصا رو، ولی هر سوفیسمی استفاده نمیکنه. این سوفیسمی که الان داره زندگی میکنه همین عصا رو داره ولی استفاده ازش نمیکنه. یعنی لیبل و کلاسش طوریه که استفاده نمیکنه، که در برنامه ریستار توضیح دارم که هر زمان دیدید که سوفیسم ها معجزه میکنه، یعنی ریستار که این دوره خیلی احمق دارن. یعنی هر کی به گذشته برمیگردیم، جناب موسی بعد هی عصا بندازه، اژدها ول کنه، نمیدونم آب سفید کنه، آب سیاه کنه، اینه بکشه، اونو ببره، اینا. ولی وقتی میرسیم به عیسی میبینیم هیچ کاری نمیکنه، تو راه میره و حرف میزنه و اینا. بعد میرسیم به محمد، میرسه تعبیر اصلا چیز دیگه است، این داستان یه چیز دیگه است. بعد میرسیم به ایلیای پیغمبر، میبینیم پادشاه، خلیفه سوم به قول دوستان، چهارم به قول دوستان، و بعد میره خونه مردم، دستشویای خونه مردم پاک میکنه. اصلا میاره باور نمیکنه این سوفیسمه. سوفیسمه فول نداره غذا بخوره. آقا میگه سوفیسمه، میگن میگه من خفته سوفیسمم، میگه من خالق آسمانم. همش مسخرهش میکنه. همین مردم اون دوره که جناب ایلیا بن عمران، یعنی علی بن ابی طالب خونشون چاه میکنه، همین مسخرهش میکنه. گفتم هیچی نگو، هیچی نگو علی آقا، علی آقا پر قربان، میگم این دستشویی تمیز کردی؟ میگفت نه هنوز اونجا نرسد، اون اول تمیز کنید. گفت چش میرد. بعد این مهم میگفت خبر داری کتاب داده بیرون؟ نه. میگه من خالق آسمانم. علی آقا خالق آسمون؟ میگفت بله بله بله. چهار خوب نکردیم، اینجا هنوز ایراد داره. هم عصا داشت، هم توانش داشت، هم خودش رسما گفته که هر چی در جهان آفریده من آفریدم، ولی چاه مردم رو تمیز میکرد. قدرت یعنی این که به جایی سوفیس میرسه و خردی به یه سارتیا میده که براش معجزه نمیکنه. پس هر سوفیسمی در اون دنیا بعد از مرگ درجهش از روی اینه که چه کسی رو تربیت کرده، پس مربی چه انسانهایی بوده. یعنی سوفیسم الان که داره مثلا ریستار پخش میکنه، یه میلیون نفر داره این برنامه رو گوش میکنن و حسینی نمیگه یاو معجزه، با خرد اندیشه گوش میکنه که داره درست میگه. اعتقاد و ایمانش بر اساس همین خرد و اندیشه هست که میاد و سوفیسم هی نمیاد زد تو زد اصلا پخش کنه. خب معلومه مقام این سوفیسم هزاران برابر موسی است. اصلا رو داره استفاده نمیکنه. خب پس آیا سوفیسمی میتونه جلوشو بگیره؟ بله. یک مثال ساده بدم که برنامه بعدی بتونم توضیح بدم. بلعم باورا یکی از صوفیانی بود که حتی اسم اعظم داشت، مستجاب الدعوه بود و هر کاری میخواست میتونست بکنه. این خیلی تازه است که بدونی شما. زمانی که موسی رژیم فرعون رو عوض کرد و همه کارا رو کرد، سازمان امنیتی ها ریختن و این صوفی رو گرفتن. بلعم باورا رو گرفتن بردن توی یه سیاسی رو شکنجه کردن. بلعم باورا گفت من چرا این کار رو؟ گفت شما یه راه بیشتر ننی. گفت چی؟ گفت سرت رو بلند کن و بگو که موسی بمیره. همین این سازمان امنیتی تو همین کتابش رو نوشتن، تو همین کتاب های تورات اینا بخونی میفهم. سازمان امنیتی میدونستن که اگر این آدم سرش رو بالا کنه و بگه خدایا موسی رو بکش، موسی میمرد واقعا. چرا؟ چون یه اسمی داره، یه عصایی داره، یه چیزی رو فهمیده که باش میتونه ازش استفاده کنه واقعا. ببین الان شما از هی بپر باسمت بده بالا میری مریخ؟ نه. ولی این ناسا یه چیزی داره که میشه تو پیش بپره بالا، میری مریخ. اینو اون داره، علمی و دانشی. یک صوفی اینو داره.
انقدر این آدمو شکنجه کردن، گفت من نمیگم بمیره، نمیکنم این کارو، اون دنیای من از دستم میره انقدر، ولی شکنجه کردن. گفتم حالا که اینجوری بگو 40 سال این قوم یهود در به در شد و بلعن و باورا قبول کرد، انقدر زیر شکنجه دیگه نتونست طاقت بیاره. گفت باش خدایا اینا 40 سال آواره باشه، 40 سال اینا آواره شدن. خب پس میشه یه صوفی رو شکنجه کرد، دعا کنه بازی عوض بشه، چون قدرتش رو داره. پس تربیت صوفیان توسط انسان کامل خیلی نکته مهمیه. یعنی شما باید بدونی که چه چیزی رو تربیت میکنه، این امتیاز داره و بعد از مرگ این امتیازه واسهش تولید میشه. خب پس یه بار حالا من توضیح میدم از اول که راز کجاست. راز اینجاست که صوفیسم وقتی که وارد کره زمین میشه مثل بقیه مردم داره زندگی میکنه و نمیدونه قراره صوفیسم بشه. بعد چی میشه؟ بعد یه زمانی میرسه که ماتیک راستش باز میشه و میفهمی که صوفیسمه، من صوفیسمم. بعد که ماتیک باز میشه متوجه میشه که او مای گاد، من یک بار قبلا اومدم تو کره زمین و از غار اومدم بیرون و از من سوال شده که آیا دوست داری برگردی و مردم رو نجات بدی یا دوست داری در همین مقام بمونی. و هرچی که بهت دادیم استاپ بشه و دغدغه فهمیدن دیگه بهت ندیم. یعنی صوفیست وقتی صوفیست میشه تازه متوجه یه من اومده و رفته بیرون و بهش گفته میخوای برگردی مردم رو نجات بدی یا نه، و صوفیست سوال کرده که من برگردم ممکنه دوباره صوفیست بشم؟ گفته نه. معلوم نیست داستان بلعم باورا که الان توضیح دادم یعنی این، یعنی بلعم باورا صوفی بوده که در لول 56000 بوده، میخواسته برسه به 98000، گفته میخوام برگردی یا نه، گفته برمیگردم، برگشت نابود شد. ما تو ابن اونجان پوشیدی؟ تو خری کسی ابن اونجان پوشیدی؟ ابن اونجان صوفی بوده. بار بعدی که برگشت که خودش وقتی به دنیا اومد شکم مادر نمیدونست که صوفیه که، بعد که رسید به صوفی شد، صوفی پرده ها که باز شد گفت او مای گاد من صوفی هم. بعد زد فرق سر هیلیا ابن امام کش قاتل شد. آقای مولوی که نمیدونست مولویه، یک تن از ستنه که وقتی که اومد بالا که ماتیسک باز شد مطالب و فهمید گفت او مای گاد من یه بار اومدم. حالا همین اشعاری از مولوی اون پشت پرده وجود داره که برای اولین بار دارم بهت میگم که بدونی که وقتی که دیوان شمس همینطوری میخونی یا حوصله نداری یا نمیفهمی یا شعرهای مولوی رو میخونی و نمیفهمی، بهت بگم مولوی در یکی از ابیاتش توضیح میده که میگه من 9 بار از شکم مادرم متولد شدم. یعنی وقتی شد مولوی گفت من 9 بار قبل اومدم، 9 بار قبل از شکم یه مادر متولد شده. این مامی بوده مریه، اون مامی بوده دریه، اون یکی مادر بوده سریه. و اینها تصمیم میگیرن برای مردم برگردن یا نه. پس این صوفیسمی که الان هست، حالا شانس آورد صوفیسم شد. چرا؟ برای اینکه رفت بالاتر دوباره. حالا چجوری میره بالاتر؟ صوفیسم فاصله الله هو تا الله اینه راز. صوفیسم که الله قطره ای از این دریاه، در دریا دو حالت داره. نمبر 1 قطره ای که در اقیانوس هو یعنی خدای نادیده هی میره جلو تکو کشف میکنه و هر بار که از شکم مادری متولد میشه مقامش در این اقیانوس طولانی تر و بزرگتر میشه و کشفیات و بزرگتر میکنه و بیشتر حیوان هایی مثل من و تو رو نجات میده، به انسان تبدیل میکنه
و یک حالت دیگه هم داره و اون اینه که صوفیسم قطره نیست، یعنی این دوتا مسیر سیر تکاملی صوفیسم ها که راضیه که میخوام بگم اینه، یعنی دو حالت داره، قطره ایست که در دریاست و خودش در خودش و در خیشتن در هو سیر و سلوک میکنه و میره بالا و بالاتر میره، و قطره ایست که باد میزنش بلندش میکنه بر میگرده تو کره زمین مثل ابر میباره، یعنی باران رحمت میشه برای مردم، اما معلوم نیست خوراک گرگ نشه به دریا نرسه، ممکنه این بار خوراک گرگ بشه، قطره شبنمی رو گلی باشه که به دریا نرسه، اما میتونه قطره دیگری باشه که از راه‌های رودخونه‌ها برگرده و به دریا برسه. پس سیر تکاملی جناب آقای صوفیسم اینه که قطره ایست که تو اقیانوس و این از بعد میچرخه و قطره ایست که توسط باد میاد و باید برگرده. صوفیان همینن، ابن ملجم قطره ای بود که تو اون یک تن از 40 تن داشت میرسید، یعنی از یک تن از 300 تن داشت میخواست، بهش گفتن میخوای یک تن 300 تن بمونی؟ گفت نه میخوام یک تن از 40 تن شم. گفتن خب باید برگردی. گفت چقدر ممکنه بشن؟ گفت ممکنه اون 300 تن رو دست بدی. گفت اوکی میام. اومد، قطره ای بود که به دریا نرسید. خوشگله. میلیارد ها کره زمین وجود داره و هر صوفیسمی در هر کره زمین از یک شکم مادر زاییده میشه، یعنی صوفیسم الان از شکم مادرش زاییده شد، اما در کره زمین دیگر از شکم مادر دیگری داره زاییده میشه و اینها میلیون ها بر میمیرن و زنده میشن. اینو بهش میگن لیول 2. پس لیول اول این بود که اعصاب ول کنیم، ماهو ببریم اینجوری کنیم اینجوری کنیم. لیول دوم اینه که تو میمیری و زنده میشی، هی میمیری زنده میشی، مقامت هی میره بالاتر و به درجات بالاتر میرسی. پس پشت هر صوفی حرف زدی کلاد پس معرکه است. پس امیدوار باش که میری بالا، اما تا وقتی مردم کره زمین در این کره زمین نمیرن جاشونو نمیفهمن. یعنی پس آقای حسینی یه بار توضیح بده از اول، مرکل کثافت سنگ بود، مرد، تبدیل شد به گیاه. گفت میخوای برگردی یا بریم سنگی باشی که دستشویی تو بهشت باشی، یا سنگی میخوای باشی که تو بهشت باشی؟ گفت برمیگردم. برگشت، شانس آورد، به گیاه تبدیل شد، رشد کرد، از نما مردم، ز حیوان سر زدم. میگه من حیوان بودم، مردم، بلند شدم، از شکم مادر گیاه به دنیا آمدم و باد هم اوورد و تخمک ها و فلان و این حرف ها و عرضم کاسبرگ هام اینجوری شده و گلبرگ هام اینجوری شده، ولی مردم. گفتم میخوای برگردی بری بالا؟ گفت بله، مردم، از حیوانی و آدم شدم. یهو چشم بکنم، ای شبیه آدمم، ای با من آدمم، ای من آدم شدم، پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم. و بعد از اینکه دوباره مرد، برآورد شد، ملک شد، برآورد بال و پر. پس گزینه‌ای که داریم برنامه نگاه می‌کنی همینه، این بار آخرت داری میای کره زمین، پایان مرگ. دو گزینه بیشتر نیست، یا قطره‌ای هستی که خوراک خران و سگان خواهی شد، و یا قطره‌ای هستی که توسط این برنامه به
دریا میرسیم. از این صوفیان، این صوفیسمه پر محبت و پر عشق، این راز مهمه. پس حسینی ممکنه چندین میلیون ساله که زنده است و چندین هزار باره که زنده شده باشه، مرده و زنده شده. پس ما داریم به تو چی یاد میدیم؟ این که الان که نشستی چی کار کنی بمیری. موتو قبل یموتو، همه آخوندک ها میگن، یعنی بمیری قبل از اینکه بمیری، مثل سگ بمیری قبل از اینکه روز بکشن به روز کثافت بمیری، دیگه بالا نباشی و بالا بروی. پس برای اینکه بفهمیم آیا بالایی یا بالا نیستی، مقامتو ببینی، باید بمیری. میفهمی؟ باید تو کره زمین بمیری چیزی رو بکنی که پس من اینجا هم دوباره برگرد تو کره زمین زندگیتو بکنی و بری بالا. و هر وقت قرار باشه که ویروس عرفانی کرونا هواپیماش بشینه، چون لحظه نشستن و بلند شدن خطرات بیشتره دیگه، همیشه هواپیما وقتی میخواد بشینه و میخواد بلند بشه بیشتری احتمال مرگت اون موقع است. وقتی رفت بالا دیگه احتمال مرگت میشه 5%، 2% مثلا، اونجا 50%، 60%. این ویروس عرفانی کرونا که هواپیماش میخواد بشینه و شاید دومی بخواد بیاد، اول که این کرونا تکلیف شاید مشخص، هنوز همین تکلیف همه باشه روشن نکرده. کرونا از یکی از بزرگتر از طوفان نوح بالاتره دیگه. طوفان نوح آب اومد و همه چیز اینا، خیلی خیلی وقتا هم حتی به قله های مثلا جناب آقای قطب شمال هم شاید نرسیده، ولی ویروس عرفانی کرونا تو قطب شمال هست، تو قطب جنوب هم هست، هر جایی با میکنی در یختم تباقی اینجا هست، همه جا هست، یعنی لشکر لامصب همه جا رفته. اما این ویروس عرفانی کرونا و این بلا رو آیا میشه گرفت جلوشو؟ نتیجه پس همینطور که صوفیان میتونن اشتباه کنن و نیتی کنن و ساختار کره زمین رو عوض کنن، میتونن کاری کنن تا عرضم حضور شما که بلا بره. اما هو و الله برای این که بلا نره کاری که میکنن اینه که صوفیانی رو که سرشون رو بالا کنن میگن خدایا غلط کردیم، غلط کردن، غلط کرد، غلط کردیم، غلط کردید، غلط کردند، و دعا کنه ما رو ببخش، اول میخوشه. یعنی کسانی که میتونن سرشون رو بالا کنن و دعا کنن اول رو کشته میشن، که کسی تو کره زمین جرأت بلند کردن سرش رو نکنه. و اون روز روزیست که الان هاست، منتظر طوفان نوحی که بیاد اونجا آب بره چشت بره. نه، همین طوفان نوح ویروس عرفانی کرونا اومده جاهاشو تنظیم کرده، در کره زمین آماده است برای دومی که میاد تکلیف رو مشخص کنه. پس چه کسانی فیلسوفن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آنانی که نانوان؟ نه. آنانی که مهندسن؟ نه. آنانی که پزشکن؟ نه. ریاست جمهوری ها و فیلسوفن؟ نه. اینا همه احمق مثل من. تو فیلسوف این سه بیته تمام دنیا اینو قبول داره. یک فیلسوف به کسی میگن که میشینه اندیشه میکنه تا بفهمه از کجا آمده و آمدنش برای چه بوده و این جهان از چی ساخته شده، چند میلیارد سال پیش ساخته شده و چرا ساخته شده، آمدنش برای چه بود، به کجا میروی آخر، ننمایی وطنم، ماندم سخت عجب، کس چه سبب ساخت مرا، کس چه سبب ساخت پشه را، کس چه سبب ساخت مگزو، یا چه بوده از مراقبی از این ساختن خر، کره خر، گاو، گاولوشی. مرسی که این فرمان را گوش کردید. میدونم که نمیدانم، همیدانم که نمیدانم، اینو خوب میدونم. نمیدونم که تو میدونی که نمیدانی، یا همیدانی که نمیدانی،
اینو نمیدونم. بدرودتون.